ستیز دوربین‌های هوشمند چینی با شجاعت زنان ایرانی در آغاز دور جدید خط و نشان کشیدن جمهوری اسلامی برای شهروندانی که دیگر تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، مقام‌های انتظامی هشدار دادند که دوربین‌های مداربسته و هوشمند شهری زنانی را که روسری بر سر نمی‌کنند شناسایی می‌کنند و مجازات در کمینشان است. آنها که با سلاح گشت ارشاد نتوانستند زنان را مجبور به حجاب اجباری کنند، با دوربین‌هایی به میدان آمدند که محصول همکاری تنگاتنگ جمهوری اسلامی با چین است. بخشی از توافق 25 ساله و محرمانه پکن و تهران که بر اساس آن دولت چین به جمهوری اسلامی کمک می‌کند تا با ابزارهای کنترلی ایرانی‌ها را در مشت خود نگه دارد. مقام‌های انتظامی وعده دادند که این تکنولوژی می‌تواند چهره افراد را شناسایی کند. ادعایی مبتنی بر تجهیزاتی که ایران از چین دریافت کرده. پکن از این دوربین‌ها برای کنترل مسلمانان اویغور و همینطور کنترل مردم چین استفاده می‌کند. دولت کمونیست چین سال‌هاست در نقش برادر بزرگ رمان 1984 جورج اورول سرکوبی کنترلی را علیه مردمش اعمال می‌کند. تکنولوژی که در سالهای اخیر پیشرفت زیادی کرده و تقریباً اکثر کشورهای جهان ازش استفاده می‌کنند. این دوربین‌ها قرار قاتلین و مجرمین رو شناسایی کنه تا ما شهروندان احساس امنیت کنیم، نه اینکه سلاحی برای خاموش کردن معترضان باشه یا وسیله‌ای برای کنترل پوشش شهروندان. در حال حاضر فقط 3 کشور از دوربین‌های هوشمند تشخیص چهره برای کنترل و سرکوب معترضان استفاده می‌کنند: چین، روسیه و جمهوری اسلامی. 2 سال پیش وبسایت IPVM با انتشار کیت توسعه نرم افزار شرکت چینی تیاندی فاش کرد که این شرکت در خدمت دولت چین برای سرکوب اویغورها قرار دارد. علاوه بر این، شبکه تلویزیونی MBC فاش کرد که تیاندی وسیله موسوم به صندلی ببر را برای بازجویی و شکنجه اویغورها به سفارش دولت چین تولید می‌کند. چند ماه بعد همین وبسایت اطلاعات مشتریان این شرکت چینی در ایران را منتشر کرد. از نیروی انتظامی تا سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع، اطلاعاتی که بعداً از وبسایتش حذف شد اما در نسخه آرشیویش موجود است. سپاه حضرت عباس استان اردبیل، نیروی انتظامی خمام و بنیاد تعاون زندانیان، آرم سا ایران روی دوربین‌هایی که این شرکت در ایران تولید کرده، نشان دهنده همکاریش با نهادهای نظامی است. سا ایران به وزارت دفاع تعلق دارد. آذر ماه گذشته آمریکا شرکت تیاندی را به اتهام فروش امکانات تشخیص هویت به سپاه پاسداران تحریم کرد. با این توضیح که شرکت چینی از پردازشگر اینتل ساخت آمریکا در دوربین‌هایش استفاده می‌کند. اینتل گفته پس از تحریم تیاندی رابطه‌اش با این شرکت را قطع کرده. شرکت تیاندی رسماً در ایران فعالیت دارد و نمایندگی‌های متعددی در شهرهای مختلف ایران افتتاح کرده. عباس آذرپندار، مدیر عامل شرکت رادیس ویرا تجارت، نماینده تیاندی در ایران است که اتحادیه اروپا هم او و هم شرکتش را تحریم کرده. این شرکت قراردادی 5 ساله با شرکت پارس ارتباط افسار بسته که تامین کننده دوربین‌های نظارتی برای نیروی انتظامی است و در نمایشگاه تجهیزات پلیس هم شرکت کرده. نیروی انتظامی میگوید با این تجهیزات چهره زنانی را که می‌خواهند از حق طبیعی انتخاب پوشش خود استفاده کنند، شناسایی خواهد کرد. و حتما قبول میکنیم تو مرحله اول که نیست، ولی اگر 2 بار در یک موضوع تکرار شد این حق رو به ما بدن که شاید یک غفلتی یک جا شده و بایستی عملیات بعدی انجام بشه. شاید این دوربین ها اشتباه نکنند، اما به نظر میرسد جمهوری اسلامی درباره پایان یک دوره مهم از تاریخ ایران دچار اشتباه محاسباتی شده. تا پیش از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه وزارت ارشاد، برخوردهای قهرآمیز گشت ارشاد و عرفی اجتماعی در بین لایه سنتی تر جامعه باعث می شد جمهوری اسلامی بتواند حرفش را به کرسی بنشاند. اما بعد از اینکه این دختران روسری هایشان را در ملأ عام به آتش سپردند، فصلی جدید در رویارویی زنان ایرانی با جمهوری اسلامی آغاز شد. دخترانی که حالا با ارتش موهایشان به مبارزه با حکومتی رفتند که دوربین های نظارتی آریایی چینیش این روزها کار نمی کند و تنها 1 چیز را تشخیص می دهد: شجاعت زنان ایران. مشتبه پور محسن، لندن.